و هر که کتاب ممالک و مسالک خوانده است و طول و عرض این دیار بشناخته، بر وی پوشیده نماند که بسطت ملک وی وسعتش تا چه حد بوده است، و آنگاه همت ملکانه بر اعلای کلمه حق مقصور گردانیده، بلند گردانیدنش و ذات بی همال خیش را بر نصرت دین اسلام و مراعات مصالح خلق وقف کرده و از در کابل تا کناره آب قنوج و حدود کالنجر و بانوسی و از جانب مولتان تا نهرواله و منصوره و سومنات و سرندیب و سواحل دریای محیط و حوالی مصر و از جانب قصدار تمامی نواحی یمن و سبپوره و سند و سیوستان و بیل عمر شاید و یوزیه و اطراف کرمان و سواحل تیز و مکران در تکثیر یا مساحت 2000 فرسنگ در خطه اسلام افسود. این اسمایی که میگه فقط یه دو سه تا نکته خدمتتون بگم. یکی این که قنوج یا قنوج ظاهرا از کنیک کوبیک گرفته شده از زبانهای هندو اروپایی به معنی باکره قوزی، و میگن که کنیز و کنیه در واقع از یک ریشن. درباره کالنجر هم این مهمه که اون قلعه کالنجری که احمد حسن میمندی توش حبس بود این نیست، اون تو کشمیر بود، این تقریبا مرکز در یک کمی به سمت شمال شرق هنده. کالنجر فورت رو جستجو کنید، عکس های بسیار زیبایی داره. امر کنی توی زبان کردی به معنی چشمم هست، شاید اتیمولوژیش به اینم ربط داشته باشه چون میخوره. زبان بله کردی ما به اونم میخوره. آره اصلا چشمه و کنیز خیلی با هم یکی هن دیگه، با بکارت و چشمه. عوض میخوام درباره مولتانم که میدونید دیگه در خیلی اشعار زیاده و هر شعری اسم مولتان اومده حتما داره مت میگه، چون خیلی میرفتن اون مولتان رو در و داغون کرده بودن دیگه. از جمله امیر معزی هم یه شعری برای آل برسلان داره که ابعاد حکومتش رو رسم میکنه، میگه سکه و خطبه به هر شهری به نام توست و بس، از یمن تا مولتان و از حلب تا کاشغر. یه متوازی الاضلاع زیباه. مولتان وسط پاکستانه الان، میشه کجا؟ میدونی یه بار دیگه این بحث رو سر به حقی کردیم. نوشته بذارید ببینیم دیگه. مولتان پاکستانه. بله سنده. آره وسط پاکستانه. نه میدونم پاکستانه، منظورم اینه چه شهری الان مثلا. یه چیزی الله خلاصه الله آباد. آره اوکی. سرندیب هم که بسیار در گشاسنامه اسدی اسمش اومده که میدونید همون سریلانکاست. این همونیه که ابن بطوطه وقتی بهش میره به محل نزول آدم سر میزنه زیارت میکنه. عرضم به حضورتون که همین بریم. و آخر از همین اومده این هم اضافه کن. بله بله بله. خب ادامه بده. و آفتاب ملت احمدی بر آن دیار از عکس ماه رایت محمودی بتافت. احیانا شما میدونید که آیا در پرچم پیش کدوم از اینا ماه هم بوده یا صرفا داره تشبیه و استعاره به کار میبره؟ پرچم الان پاکستان که فکر کنم ماه هست. نه محمود چون یه پرچم هایی بر اساس کتب رسم شده از پرچم اینا دیگه، ولی تو اونا ماهی نیست. گفتم شاید چیزی خونده باشید یا شنیده باشید. و شعاع سپهر اسلام جان، منم از این حدسای من اندی بزنم، شاید منظورش ماهچه پرچمه که در بالای پرچم بوده. بله همین اصلا. خب ادامه. و در سایه چتر آل ناصرالدین که لقب سبکتگینه بر آن نواحی گسترده شد و به جای بتکده ها مساجد
بنا افتاد و در آن مواضع که به روزگار پادشاهان گذشته ملک الملوک را، یعنی خداوند رو، خیلی جالبه که خداوند یعنی پادشاه، ملک الملوک یعنی خدا، ملک الملوک را جلت اسماؤه و عمت نعماؤه، جلیل باد اسمهایش و عمیم عمومی شامل حال همه باد نعمتهایش، ناسزا می گفتن. امروز اینجاها امروز همواره عبادت می کنند و قرآن عظیم می خوانند و زیادت هزار منبر نهاده شده است که در جمعات و اعیاد بر آن ثنای باری از اسمه می گویند و فرض ایزدی می گذارند. و در مدت 170 سال که ایام دولت این خاندان مبارک است، ایزد تعالی آن را به 1700 برساند، در سالی 50,000 کم و بیش از برده کافر و کافره از دیار حرب به دیار اسلام می آرند و ایشان ایمان قبول می کنند و تا دامن قیامت. بله، این که میگه که به 1700 سال برساند، الان این بهرام شاه آخرین شاه غزنویه، عملا یکی مونده با آخریه دیگه. آره، 20 سال بیشتر نمونده از پادشاهیش. آره، اون خسرو پسرش خیلی پادشاهی نکرد، عملا آخرین شاهشون این تایم بهرام بود. آره بیچاره. از دیار حرب به دیار اسلام میارند و ایشان ایمان قبول میکنند و تا دامن قیامت از توالد و تناسل ایشان مؤمن و مؤمنه میزاید و همه به وحدانیت خالق و رازق خیش معترف میباشند و برکات و مصوبات و حسنات، ثوابا و ایناشون، آن شاهنشاه قاضی محمود و تمامی ملوک این خاندان را مدخر میگردد. پس اندازشون میشه، اندوختشون میشه، حالا مدخر میگردد. میگم یه چیز بی رفت الان. بله بله، مدخر. نو نتیجه هاشون الان خیلی فعالن، این یه هفته گذشته. این کسایی که تو منطقه مولتان و اون طرف غزنی و اینا چیز میکردن. قاضی، جالب بهتون بگم که خب لقب خیلی ها بوده، این لقب قاضی، حتی لقب آقای آتاتورک هم بوده قبل از اینکه آتاتورک بشه قاضی هم بوده. سلطان قاضی لقب چیزا بوده دیگه، لقب عثمانی بوده همشون. بیش از 20 تا فقط در محدوده ایران، در ایران فرهنگی ما فقط قاضی داریم. بله، یه لحظه اجازه بده مرسا جون بگو. اون فکر کنم مسوبات باشه ها، تلفظش جمع مسوبه. کجا؟ برکات و مسوبات و حسنات. بله بله درست، بله درست میفهمم. بله. و دیگر سلاطین دولت میمون را که خداوند عالم پادشاه عصر، خسرو گیتی، شاهنشاه قاضی، بهرام شاه، وارث ملک و عمر ایشان باد، فضایل و مناقب بسیار، منقبت ها، خصلت های خوب، مناقب بسیار است که هر یک از ایشان در ایالت یعنی حکومت و سیاست و عدل و رأفت علاهده امتی بودند واسه خودشون. از ایالت هم بخونم میچسبه یک لحظه، بعد بفرمایید. سیف میگه که شب مخسبه غافل و نیکو نگه داره از اساس رخت خیش اکنون که این دزدان ایالت میکنن. بفرم. همه ایالت رو میخوام بگم که ایل شدن به معنی مطیع شدن تو جهان جانگوشه جوانی به وفور داشت. بله بله بله، پس میتونه به معنی مثلا مطیع بودن هم باشه. ایالت یعنی مثلا اونجایی که مطیع امر پادشاه، اونجوری در نظر بگیرید، بندگی، بردگی، محکوم. اون ایل ترکی نیست؟ اون ایل ترکیه. حالا این سوال اینه که این ایالت ترکیه یا عربیه. حالا به هر حال شیوه ترتیب ساخت اسم ترکی این نیست دیگه. نه نیست. اونا فقط به آخر اضافه میکنن. ایاله یعنی سیاست نگاه داشتن، سیاست راندن، والی شدن بر قومی.
که هر یک از ایشان در ایالت سیاست و اصلا مثالش همینه. مثال ده خدا. من دفعه قبل که ایالت رو چند بار به کار برده خیلی لغتی که دوست داره. من این سوال هفته پیش خواستم پیش اومده بود که این همون ایلیه که اومده حالت عربی گرفته یا اینکه اصلا نه اصلا چیز دیگه ایالت دیگه یعنی ریشه عربیش معرب البته... شده باشه. آره آره میتونه بله بله میتونه همین سیف هم حالا همون دور است قاعده رو زیاد میریم که عربی یه کلمه رو میگیرن غیر عربی بعد با گرامر و نحو خودشون ممکنه حالا اصرار نذارم ولی ممکنه اینون باشه. نه سیف فرغانی هم که من شعر ازش خوندم مال دوره ایه که میتونه این اتفاق افتاده باشه. بله حتی لغتی مثل مهندس که دیگه هیچ جوری آدم فکر نمی کنه که فارسیه فارسیه دیگه به شدت عربی شده. اندازه شده هندسه و هندسه شده مهندس. خب ان الخيار من القبائل واحد و بنو حنیفه كلهم اخيار. از هر قبیله یه نفر یه گل داره ولی بنی حنیفه کلشون گلن. اما شرح و تفصیل آن ممکن نیست که بی اشباعی بدون اینکه به تفصیل سخن بگیم سخن در تقریر آن معیوب نماید و اگر بستی داده شود غرض از ترجمه این کتاب محجوب گردد. میره پشت، میره در حجاب. لاجرم به میامن میمنتهای آن نیتهای نیکو و عقیدتهای صافی شعار پادشاهی و خلال جهانداری در این خاندان بزرگ مؤبد و مخلد و دایم و جاوید گشته. همش یعنی جاوید، مؤبد و مخلد و دایم و جاوید. رکورد شکسته. خلال یعنی چی؟ خلال یعنی خصلت‌ها. البته در تصحیح قریب جلال نوشته ولی خب گفتید خودتون دیگه قاعده اینه که اغلب اون سخته درسته. خلال یعنی خصلت‌ها. شعار هم که یحتمل به معنای نشان و شعار و علم و پرچم و همه اینا میتونه باشه. شعار فکر کنم این لباسی که در رو میپوشن. بگو احسان یه چه بی رفتی بگم کم رفت در باید قاعده اینه که سخت تره. درسته یه مقاله دکتر آیدنلو داره در مورد شاهنامه که مثلا بعضی اومدن این کارو کردن مثلا کلمه پیغامبری رو عوض شده شده خشور همچی خشورداری همچی کلمه کلمهش فارسی پهلوی اگه علی تو ذهنش باشه کلمهشو به همین معنا یه همچین چیزی. بعد توضیح داده که لزومن بخشور یه همچین چیزی بخشور یا بخشور. بعد کدی توضیح داده که اینجوری نیست، این سنده رو در آورده که این مثلا این کلمه رو همه سال 1000 خوی زمان صفوی اضافه شده اینجا به جا شده پیغامبری بین یک کسی اومده مثلا اینجوریش کرده که فکر کنه خیلی دیگه مثلا اصیل تر بشه اینا. این حرف آسامان که حتما درسته و مثلا جز اصوله ولی یادون باشه که گاهی هم اینجوری نیست، گاهی اون ورژن سخت تره درست نیست گاهی. نه بیشتر من با تکیه بر چیز میگم دیگه، فیاض میگم دیگه، بیشتر با تکیه بر فیاض. بنکه میدونیم امروز چه نسخه هایی دستش بوده مشخصه که خب وقتی سخت بوده اون آسونه رو انتخاب کرده. شعار به معنی علامت و نشان همونجوری گفتی، معنی چهارمش هم هست معنی زیر جامه. بله دسار هست. من اون تو ذهنم بود که برعکس گفتم ولی اینجا همون معنی علامت و نشان هست دیگه. بله. شعار پادشاهی و خلال جهانداری. بفهم. در این خاندان بزرگ مؤبد و مخلد و دایم و جاوید گشته است و سیرت پادشاهان این دولت ثبتها الله طراز یعنی زینت دهنده محاسن عالم و جمال مفاخر بنی آدم شده و زمانه عز و شرف را انقیاد نموده فرمان برداری کرده و ذکر آن به قلم عطارد بر پیکر خورشید نوشته. میدونیم دیگه عطارد دبیر فلکه و یه شعری هم داره اگر که یادم بیاد
صنایع عین همینه. آها میگه بنوشت بر صحیفه روز از سواد شب، مسرع ترین دبیر فلک یک مجال او. همین مفهومو داره میگه دیگه، فقط خب زیباتر گفته. بله بله فاطمه جان، فقط خواستم توجهتون جلب کنم به طرز نگارش خورشید که چه شکلی نوشته شده. من تا حالا ندیده بودم این شکلی نوشته بشه، احتمالاً چون قدیمیه. احتمالاً استاد مینوی اینجوری نوشته. ولی نکته قشنگی مونده گفتی. مرسی. و حمدن لله تعالی که مخایل نشانه های مزید مقدرت توانایی و دلایل مزیت بستت زیادی وسعت هرچه ظاهرتر است و امیدهای بندگان مخلص در آنچه در آنچه دیگر اقالیم عالم در خطه ملک میمون خواهد افزود و موروث و مکتسب اندران به هم پیوست، یعنی خواهد پیوست، هرچه مستحکم تر. و این بنده و بندزاده را در مدح مجلس اعلای قاهری ضاعف الله و اشراقه، مضاعف کند خداوند اشراقش را، درخششش را. قصیده ایست که از زبان مبارک شاهنشاهی گفته شده است. دو بیت از آن که لایق این سیاقت نوشتن بود اثبات افتاد. انا لنهرز بالاسیاف مسلط ممالک الروم والاتراک عن کسب. در تصحیح دیگه اومده ممالک الروم والاتراک والعرب. حتی یکون لنا الدنیا با اجمعها مهمیتا بین موروث و مکتسب. همون مفهومو نوشته دیگه، میگه بی تردید به زودی با شمشیرهای آخته سرزمینهای روم و ترک حالا و عرب را به سیطره خود در خواهیم آورد تا سراسر گیتی، چه آنها که از پدرانمان به ارث رسیده یا خود به دست آورده این موروث یا مکتسب زیر چتر حمایت ما باشه. چقدر جالب، در دوران جنرال بهرامشاه هم زده. دقیقا تو سرازیری سقوط بودن دیگه، انگاری قوری ها داشتن می آمدن دودمانشون رو باید. یارو چیزه فرمانده صدام کی بود؟ سحاب چی بود؟ آره سحاب. دارن محف میشن، دارن بخار میشن، دارن اینجوری دیگه. خب حالا جالبه، ببخشید خیلی ربطی نداره، ولی هم این بهرام شاه که تقریبا آخرین شاه غزنوی بوده، هم طغرل سوم که آخرین شاه سلجوقی های ایران بوده، اینا خیلی ادب پرور بودن. بعد یه پارالیلی هم داره که این کلیدرمنه به بهرام شاه چیز شده، تقدیم شده، راحت و صدور به طغرل میخواسته تقدیم کنه که طغرل تا بیاد بهش تقدیم کنه کله پا میشه. چقدر جالب، یه کسی دیگه چیز میکنه. جالب بود اون. حالا من میشه بی رفت بگم این که میگن که تمدن ها وقتی که به اوج خودشون میرسه، یعنی به هنر و فرهنگ و اینا درش بارور میشه دیگه، چیز میشن از لحاظ نظامی افت میکنن و بعد از بین میرن. بله. دکادانس میشن. شما میدونید دیگه اون نمونه اساساً اینکه غزنویان به قدرت میرسن به خاطر ادب پروری بیش از حد سامانیانه. چرا؟ یه تحلیلیه که دکتر حقانی و دکتر سیدی دارن، به نظر من تحلیل صحیحیه. یعنی اون حجم بالایی از آدمایی که علاقمند به قضا بودن و اصلا 6 ماه سال هیچ کاری نداشتن جز اینکه بریم بجنگیم، یه پادشاهی داشتن از آل سامان که خب علاقه به جنگ نداشت و عموما اتفاقا موفق هم بود، ولی خب با روش های سیاست مدارانه و اینا بیکار بودن و عاشق این سیستمی بودن که سبکتگین و بعد محمود و مسعود در واقع پیش کشیدن تا سالها بعدش این وضعیت حفظ میشه دیگه. همین آقای بهرامشاه هم 2-3 دفعه اگه اشتباه نکنم به هند لشکر میکشه و خب این عاشقان قضا و هر حال علاقمند بودن به این سیستم. عملا سرنگونی سامانیان به خاطر همین ادب پروری بیش از حد و کتابخونه جمع کردن و ایناست.
درباره بهرام شاه هم که گفتید، حتی حالا اینکه خوبه صنایعی هم حدیقش رو به همین آقا تقدیم کرده و اون که تازه آدم اهل عرفان و معرفتی بوده نمیدونید چقدر قربون صدقه رفته و چقدر آرزوی مثلا جهانگیری رو اینا کرده واسش، به زودی کل جهان مال ماست. صنایع در زمان کی بوده؟ همزمان دیگه، صنایع هم همینجاست. زنده است مثلا زمانی که دودمنه. آره دیگه، اونم میگم حدیقت الحقیقه رو به بهرام شاه داده. آها اونم در واقع خیلی مست داره، هم متح بهرام رو داره هم متح بهرام و یکی از پسرانش که حامیش بوده، نه اونی که شاه میشه، یکی دیگه خیلی متح میکنه. بله خب بخونی؟ بله بفهمم. ایزد تعالی از الان خودت حواست باشه یه 10 دقیقه دیگه بخون که بعدش بریم راحت بشه. بله. ایزد تعالی و تقدس همیشه روی زمین را به جمال عدل و رحمت خداوند عالم شاهنشاه عادل اعظم ولی نعم آراسته دارد و در دین و دنیا به غایت همت و قصارای امنیت، قصارا هم همون غایت، برساند و منابر اسلام را شرقن و غربن به فر و بهای القاب میمون و زینت نام مبارک شاهنشاهی مزین گرداند و خاک بارگاه همایون را سجدگاه شاهان دنیا کنند و یرحم الله و عبدن قال آمینا، رحمت بکنه خداوند بنده ایو که بگه آمین. همی گوید بنده و بنده زاده نصر الله محمد عبدالحمید بلمعالی تولاه الله الكریم به فضله، دوست بدارد او را خداوند کریم به فضلش، لطف کنه دوستش داشته باشه خدا، چون به فر استنا، اینجا یعنی برکشیدن، مقرب ساختن، بالا کشیدن کسی، چون به فر استنا و یمن اقبال مجلس قاهری شاهنشاهی ادام الله و اشراقه، مستمر با مدام باشه بکنه خدا اشراقشو، خانه خواجه من بنده، که این حالا در شرحش میگن که برادرش بوده این خواجه یا وزیری که تحت حمایتش بوده، خانه خواجه من بنده اطال الله و بقاؤه و ادام ایامه و انعامه و رزقه الله و سعادت الدارین، طولانی کنه خدا بقاشو، مدام کنه روزگار و انعامشو و روزی بده خدا از سعادت دنیا بهش، قبله احرار و افاضل و کعبه علما و اماثل یعنی فضلا این حضرت بزرگ، لا زالت محروسه محروسه الاطراف محمیت الارجاء والاکناف، محمیه یعنی محمیه حراست شده است، لازالم که لایزال بود و جملگی ملاز و پناه جانب او را شناختندی و او در ابواب تفقد و تعهد ایشان انواع تکلف و تنوق واجب داشتی. تکلف همونیه که بیهقی هم میگه دیگه، افراطه در آداب و رسوم، تنوق هم آراستگی کردنه در کار. میگم اونجا شاید اینجوری میخوندیم که من بد شنیدم و جملگی ملاز و پناه جانب او را شناختندی. بله درست. نه اینجوری نخوندم. نه من اتفاقا فکر کردم این کلمه رو ساخته. نه درست میگید شما. من فکر میکردم ملاز و پناه جانب. نه درسته. ملاز و پناه جانب او را شناختندی. و او در ابواب ملازم همونه. همون پناه. آره. فکر کنم بقیه هم داشت. سعدی که زیاد داره ملاز. آره. معنی شدم رفته بود. اون قصه ای که بلندترین قصه، حکایت باب اول گلستان که خیلی مفصله، اون ملاز اون دزده اون بالاه که هرگز از اول لشکر بر ایشان چیز کرد، بار زندگی بارد آب زندگی بارد هرگز از بار بید بر نخوری، همون تربیت نااهل را چون گرد کان بر گنبد است. عرض شود که
و او در ابواب تفقد و تعهد ایشان انواع تکلف و تنوع واجب داشتی و التماسات هر یک را بر آن جمله به اهتزاز، یعنی جنبش شادی، این بعضا ترجمه کردن به شادی و خوشحالی، ولی اهتزاز مشخصا جنبش شادی، این کلمه خاص خوشگلیه در زبان فارسی بوده، به این شکل هم تو عربی نیست، تو فارسی به این حالت در اومده. اهتزاز خیلی قشنگه. مسعود هم یه قصیده زیبایی داره که یک شب از نوبهار وقت سحر باد بر باغ کرد راه گذر، قنچه گل پیام داد به می گفت من آمدم به باغ اندر. و بعد میگه باد چون باده را بگفت پیام لرزه بر وی فتاد در ساغر شادمان گشت و اهتزاز نمود روی او سرخ شد ز لهو و بتر. که بتر هم میتونه شما تست بگیریم ازتون که یعنی چی در بیهقی، اون تا ربطی به اون نداره. اینجا بتر یعنی ته خوشحالی. آره بتر معنی چیز میده، معنی که من بلد بودم یعنی خود، یعنی آره همون گردن کشی کردن. آره اینجا یعنی ته خوشحالی. آره این یعنی ته خوشحالی. به هر حال میگه شادمان، اون می شادمان گشت و اهتزاز نمود، اون تکون خوردن میو میگه مثلا یه لرزه ای میفته. بفرمایید. اون بتر به معنی گردن کشی تو اون قصیده که خوندین قشنگ میشینه ها، به جز معنی که شما گفتین تر خوشی، چون در خود اهتزازم یک گردن فرازی هست در معناش. اون یکی معنای اهتزاز داره، تو اون یکی معنای اهتزازم بله اینا میتونه بازی کنه با هم. گل و سبزی که به اهتزاز اومده انگار داره گردن فرازی میکنه به اون بتر. بله. گردن کشی خوش مینشینه کنار هم. بله بله. و به هر حال مسعود دیگه حتما به چند معنی نظر داره. مرسی. بله. و التماس مسعود سعد سلمان شناسی هستی که من افتخار آشنا شدم. جدی خیلی شاعر بزرگیه ولی خیلی کم شناخته شده. آره من یه دوستی داشتم طرفدار فنرباخته بود، الان هم سامان خیلی مسئول میکنیم دومی نظریه که آه نه آقا من بچه بودم شیراز بودم، طرفدار برق شیراز بودم، این یکی رو پیدا نمیکنیم. خب بله من اینجا رو تموم میکنم دیگه تا سر این چیز بخونیم. بر آن جمله به اهتزاز و استبشار، همون شاد شدن و البته معنی بهش طلب بشارت کردن هم میده دیگه، ولی اینجا شاد شدن، بر آن جمله به اهتزاز و استبشار تلقی کردی که مانند آن بر خاطر اهل روزگار نتواند گذشت و ذکر این معنی از آن شایع تر است که در آن به زیادت اتنابی حاجت افتد. به قزنت قد القا اصاه و سیت و یعطر ما بین العراق الى مصر. در غزنه زندگی میکنه و معطر کرده بین عراق تا مصر رو. بفرمایید. این القا عصا رو نمیدونم، شما شاید ندیده باشین این صحنه رو، من بخاطر اینکه بچه روستا و چیزام احتمالاً دیده باشم. القا عصاشو افکند. آره دیدین این صحنه رو، مثلا ببین ایل داره کوچ میکنه، بعد میرسه به یه جای اون پیرمردی که به حال از همه گنده‌تره، با پیر اون جمعه، و اون تصمیم میگیره که کجا قراره که بندازیم. اون وقتی میرسه به اون جایی که تشخیص میده، اساس هم چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، چقدر زیبا. یعنی قرآن هم داریم دیگه، حضرت موسی اساسش رو پرت میکنه. علی درسته فهم میکردی، اون پرت کردن اساس به خاطر اون چیزی دیگه مرا رو بخوره، مال اسکان نبود، متفاوت بود اون چیزی که من میگم. آره چقدر قشنگ این که میگی، متوجهم. بله چقدر قشنگ بود، مرسی. بله ایشون در غزنه اساسشو پرت کرد و دیگه هم تکون نخورد، ولی معطر کرد از بین عراق رو تا مصر. میخواید همینجا تمومش کنیم؟ آره خلاصه شو باید تعریف میکنیم فردا. آره این ادامهش داره، این مجمع احرار رو یکی یکی معرفی میکنه دیگه. علی خیاط بود، ساعد میهنی بود، این چیز هست. آره علی نصرت دقیقا. آره اینا خیلی بودیم، خیلی بودیم. آخرش هم میگه ما به همه گفتیم خوندیم، شما هم بگید خونده.